هم بریم به ترکیه، جایی که ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت محلی دو بمب در نزدیکی وزارت کشور با پارلمان ترکیه در آنکارا منفجر شد. بنا به گفته وزیر کشور ترکیه هر دو مهاجم کشته شدند، یکی خودش رو منفجر کرده و دیگری به دست پلیس کشته شده. رجب طیب اردوغان با وجود بمبگذاری امروز در پارلمان حاضر شد و سخنرانی کرد. قرار بود پارلمان ترکیه پس از افتتاحیه دوره پاییزه درباره پیوستن سوئد به ناتو رأی گیری کند. اردوغان با محکوم کردن بمبگذاری امروز گفته دیگر از اتحادیه اروپا که 40 سال ترکیه رو پشت در نگه داشته انتظاری نداره. ساعتی پیش حزب کارگران کردستان پکاکا مسئولیت حمله در آنکارا رو به عهده گرفت. میریم مستقیم به پایتخت ترکیه آنکارا، جایی که همکاران فرزیا ثابتی از اونجا با ما همراه میشه. فرزیا، ساعت پرخبری بود اونجا در ترکیه، چه جزئیات بیشتری میدونیم از مهاجمان؟ میدونیم که پکاکا البته مسئولیت رو به عهده گرفته و واکنش هایی که اونجا به دنبال داشت. خب درست، پکاکا حزب کارگران کردستان در واقع شاخه نظامی پکاکا اعلام کرده که این عملیات رو اونها انجام دادن. حدود یک ساعت و نیم پیش بیانیه شاخه نظامی پکاکا نیروهای مدافع خلق منتشر شد و در اون اعلام کردند که گردان جاویدان، یک گروهی از شاخه نظامی پکاکا، این اقدام رو انجام داده. در بیانیه‌ای که منتشر شده اسامی دو نفر از افرادی که این اقدام رو انجام دادن هم اعلام کردن. در کنار این، حزب کارگران کردستان اعلام کرده که ما تعمدن این اقدام رو ساعت 9:30 صبح و در ساعت اولیه صبح انجام دادیم که افراد معمولی و مردم عادی در این حادثه صدمه ای نبینن و مشخصا به هدف خودمون دسترسی پیدا بکنیم. در کنار این اعلام کردن که انگیزه و دلیل این اقدام تروریستی انتقام به خاطر یکی از اعضای ارشد پکاکا بوده که در شهریور ماه در شهر دیاربکر از طرف نیروهای امنیتی ترکیه کشته شده بود و این خانم به اسم هولیا دمیرر کسی هستش که پیشتر رئیس و فرمانده گردان جاویدان بوده که این عملیات تروریستی رو انجام دادن. این اطلاعات خیلی تازه منتشر شده و هنوز واکنشی از سوی مقامات ترکیه در این زمینه وجود نداشته، اما همونطور که تو هم اشاره کردی، اردوغان بعد از اینکه این اقدام تروریستی اتفاق افتاد، تنها ساعتی بعد در محل حادثه از خیابانی که حتی این انفجار اتفاق افتاده بود عبور کرد و به مجلس ترکیه رفت و در اونجا صحبت‌هایی رو ارائه کردش. در کنار اینکه گفتش که این آخرین اقدام گروه‌های تروریستی خواهد بود، ما در این راستا اقدامات خودمون رو در 100مین سال تأسیس جمهوری انجام خواهیم داد و بعد از این شاهد چنین اقداماتی نخواهیم بود. در کنار این میدونیم که خب مجلس ترکیه امروز آغاز به کار کرده و قرار هستش که موضوع عضویت سوئد در ناتو در مجلس مورد بررسی قرار بگیره، اما اردوغان در صحبت‌های خودش به این موضوع اشاره کردش که افراد و گروه‌ها و کشورهایی که با انگیزه‌های مختلف از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنن در این زمینه باید توجهشون به این مسئله جلب بشه که ما کشوری هستیم که با تروریسم داریم مبارزه می‌کنیم و در این راستا به مبارزمون ادامه خواهیم داد. در کنار این که خب دبیر کل ناتو هم پیامی داد و اعلام کردش که ناتو در زمینه مبارزه با تروریسم در کنار ترکیه خواهد بود. به هر حال در روزهای آتی مشخص خواهد شد که موضع ترکیه در زمینه گروه پکاکا چه خواهد بود. به نظر میرسه همین روند عضویت سوئد رو هم سخت‌تر کنه. دستکم ترکیه احتمالاً سنگ بزرگتری پیش پای استکهلم خواهد گذاشت. همکارم فرزیه ثابتی از آنکارا ممنونم ازت فرزیه.